جوان هستم و شبکه نسیم اینجا خندوانه است. روز مادر مبارک. حالتون چطوره؟ عالی. حال من چطوره؟ عالی. حال خاندانه تو خونه چطوره؟ عالی. حال مادرها چطوره؟ عالی. حال دخترها چطوره؟ عالی. حال پسرها؟ عالی. چقدر ما قشنگیم. خیلی. هزار ماشاءالله. ماشاءالله. بله بابا، اینقدر همه چی قشنگ. من ذوق دارم از حضور شما در اینجا و خیلی خوشحالم و به خاطر این روز هم خیلی خوشحالم، به خاطر این مناسبت هم خیلی خوشحالم. اصلا از فرط خوشحالی در پوست خودم نمی گنجم. مادر مادره، یعنی تعریف نداره، ریشه همه ماست. اگر یک روز نباشه معنی دنیا عوض میشه. بارها و بارها هم عوض شده. پیشنهاد میکنم همین الان یک قلم، یک کاغذ بردارین، تمام اون حرفایی که تمام این مدت دلتون میخواسته به مادرتون بگین و نگفتین، به شکل یک نامه بنویسین. حتی اگر دیگه اون مادر پیشتون نیست هم شک نکنین که بعد این کارو بکنین. و مادرها اینو بدونین، حتی نباشن هم نامه ها رو میخونن و هرچی دلتون میخواد بگین. من این کارو کردم. مادر هما سلام. خواستم بدونی همین الان بیقرار و دلتنگتم. مامان هما دلم میخواد بیام هر لحظه دور صدات بگردم. همین صدات که میگی رامبد مادر حالت خوبه؟ غذا خوردی؟ کجای مادر؟ نه مادر، 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 من دلم میخواد یک بار ببرم توی دشت، وایسم روبروت، تو چشمات زل بزنم و تا نفس دارم فریاد بزنم که دوستت دارم. مادر، من تو زندگیم دریایی به وسعت عشق تو ندیدم. مامان هما، من تا الان یک عالمه نقاشی دیدم، قسم میخورم هیچ کدوم به زیبایی چهره تو نبودن. مادر من، مامان هما، من ایمان دارم هر اتفاقی که برای من میفته محل استجابتش دستای شماست. به دعا. مامان هما، بقیهش رو جلوی دوربین نمیتونم بگم، اصلا نمیخوامم بگم و منتظرم تا ضبط تموم بشه. بدوم بیام پیشت
و هی دور شما بگردم، هی دور شما بگردم، دور دستات بگردم و دور سرت بگردم و هی دستات رو ببوسم. خیش نامم رو خوندم، نامم رو خوندم و ولادت حضرت بانو فاطمه زهرا که بهترین سلامای خدا بر او باد، به همه زنان مادران سرزمین عزیزم تبریک میگم. راستشو بخواین من هیچ وقت پسر مادرم نبودم که دست و دلشو بگیرم تو دستم و گرم بکنم، از بس که همیشه مشغول کارم. ولی همین نوشتن این نامه میتونه که خیلی کارهای خوب بکنه. مادرم که حرف ندارن، هزاریم بچه یه حرف گوش کنی نباشی، یه سر تو بندازی پایین بگی ببخشید میبخشن، اصلا قبل از اینکه خودت بخوای بگی ببخشید بخشیدنت. خب ما این دفعه هم یعنی امشب میزبان مادرها و پسرها و یعنی فرزندانشون هستیم که دخترها و پسران، و اصولا بخش اعظم شما که 400 نفر میشین خانوما هستین. من به شخصه در برابر همه شما خانم‌های بسیار محترم و بزرگ سر تعظیم فرود میارم از طرف تمام خندوانه و میگم که قدم سر چشما گذاشتید. پس شادی برنامه‌مون رو دوربین من اینجا شادی برنامه رو تقدیم میکنیم به همه مادران این سرزمین و همه زنان این سرزمین، به افتخارشون. ماشاءالله به ما، ماشاءالله ما خیلی باحالیم، خیلی به به. خب کمربند رو ببندیم، دست چپ بالا، 1 2 3 این باز نمیشه، این باز نمیشه، تضمینیه. خب اگر همین الان موبایلتون رو بردارین و برین توی 7-8 شارژ بخرین، شک نکنین همین الان دق یه ایدی میگیرین. ایدی چیز قشنگه. کیا ایدی دادن امسال؟ کیا ایدی دادن به هر کی؟ کیا ایدی ندادن؟ خب ایدی دادن هیچ چیز سختی نیست. ایدی دادن، ما گفتیم که ایدی دادن یک لبخند میتونه ایدی باشه. یک به عزیزی که دوستش داری بگی دوستت دارم، بگی دلم برای تنگ شده بود، این عیدی من به توه، و با عشق و علاقه نگاش کنی. همه لبخند بزنیم، لبخند. الان همه داریم به هم عیدی میدیم، هم دیگر نگاه کنیم به هم عیدی بدیم، نگاه کنیم هم دیگر. اصلا فکر نکن کار پرت و پلاییه، خیلی کار قشنگیه. بهتر از ایدی ندادنه که میگین ایدی ندادم. ایدی دادین، دارین دادین. خب بیس پنج سنی میخوادی نفس دومی، 1 2 3
نفس برو. بریم بیایم، اتفاقات جذابی خواهد افتاد، اتفاقات جذابی داره میفته، خیلی هم قراره بهم خوش بیاد. اینم بگم که بسته اینترنتی اگر خریداری بکنید از ایرانسل، هر شب اگر که همین الان این کارو بکنید و اصولا تا پایان تعطیلات هر شب یک نفر تی قرعه کشی یک عدد سکه جایزه میگیره. اونهایی که اولین بار این کارو میکنن شانسشون دو برابر میشه نسبت به اونهایی که قبلا این کارو کردن. هیچ چیزی نداره، اونا هم نامیدن باشن. و اینکه میتونید برید سراغ ستاره 780 ستاره 555 مربع، میرین تو بسته اینترنتی رو میخرین و جایزه توی قرعه کشی شب یک سکه جایزه شکر. بریم یک دو سه بریم بیرم. دعوت بکنم از یک خانم بازیگر، نویسنده، کارگردان، یک مادر خیلی جدی تمام وقت ششتونگ که سالیان سالم هست، رفیق همه ماست، هممون کاراشو میبینیم، دوست داریم، یه کاری کرده که ممکنه ما دقیقا ندونیم اون کارا مال ایشونه، ولی چه توی نگارش متنش چه پشت دوربین به عنوان کارگردان اون کارها رو دخالت و نظارت و ورود جدی توش داشته و قراره که بیاد و ببینیم که چه چیزهای جالبی برامون خواهد داشت. سرکار خانم لاله صبوری. تبریک عرض میکنم خدمتون، عیدتون مبارک، روز مادر مبارک. بله، من تبریک عرض میکنم خدمت همه دوستان، روز مادر رو، ولادت حضرت فاطمه علیه السلام رو و خدمت همه خانوما. چقدر جالبه که همه خانوما هستن اینجا و نه همه خانوما فقط نیستن، کلی آقا اینجا هست، آقاهای کوچولو. بله و از یه ذره آقایون بزرگتر اونجا من نشستن. بزرگتر. بله 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 اونجا نشستم، اونجا آقای... نشستم. قد ماشاءالله همه زیادن که بله فرزندان مادرهاشون اومدن. بله 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 اینجا بله دارم میبینم، دارم بله. میبینم بله. شما با دختر کوچیک اومدین؟ بله. نورای ما میکنم. نورا سلام می‌کنی ماما؟ میکروفون چیز می‌کنه برامون سخنرانی نه ممکنه بکنه؟ بله بلند میگی؟ خیلی بلند. نورا فرزند سوم منه، نمیخوایی تعجب کنی؟ چرا باید تعجب کنی؟ آخه یه جوری شده من به هر کی میگم من سه تا بچه دارم هم میگه سه تا؟ خیلی همه مثلا تعجب. خیلی خوبه، به نظرم ادامه بدین این راهو. نه دیگه. چرا؟ آقا من اصلا تعریف میکنم. خانم شما که تا سه تا رفتین چهارمی پنجمی رو برین دیگه. من بالا بعدم نمیاد. خاناتش باشه. به نظر من عالیه، هرچی بچه ها تعدادشون بیشتر باشه کیف بیشتر میکنی. واقعا خیلی واقعا بوده. خانم صبوری واقعا یه سوال ببخشید من اومدم وسط طرفتون، من چون این عادت رو ندارم، من بیشتر گوش میدم. ولی واقعا حالا که تعدادشون ستاست و ماشاءالله و خدا رو شکر
از دوتا و یکی بهتر نبوده. چرا؟ واقعا من به خاطر نورا خدا رو 100,000 مرتبه شکر میکنم. چه خوب. یعنی اصلا این تو سن مرز 40 سالگی خدا نورا رو به من داد و تو آسانه این پخته شدن تازه فهمیدم که بچه دار شدن یعنی چی. من 17 سالم بود مادر شدم، مثل کاسه داغ با بچه رفتار میکردم. یعنی چی مثل کاسه داغ؟ مامانم میگو دست بزن. خودتون؟ آره نمیذاشت دست بزنم به بچه. یعنی چی بچهت بوده؟ خب نمیگو دست بزن. میترسید بندازمش یا هرچی. اعتماد نداشتم. مثلا گفت دست نزن بغلش نکن. بودم بذار تو رو خدا منم بغلش. نه دست نزن. ما اصلا دست نمیزدیم به بچه. نورا آره. سلام میکنی؟ نورا میکروفون بگی. سلام. سلام. مامانش دورش بگرده. این تنها حرفی بود که میتونستم بزنم. خدا حفظتون بکنی. والا یه چیزی آماده کرده بودم. از دوتای دیگه هم برامون بگین. از بله. بهداد و الیا. نورا میخواید نورا میخواید اینجا بشینی؟ میخواید بری بشینی ما؟ آره بیا با هم بشینیم. ببر اونجا. من لاله صبوری از اولش برم. لاله صبوری متولد 1348 و واقعا یک فروند مامان. اینو دارم میگم چرا؟ هممون خدا رو شکر خیلی همون مامانی انشاءالله هممون مامانای خوبی بشیم، دختر خانم هایی که اینجا هستن. من برای چی میگم؟ برای اینکه من واقعا قبلش یادم نمیاد. اصلا یادم نمیاد چه جوری میشه ماما نبود. من تا زیر 5 سال مشغول آتیش دادن خونمون بودم. 3 بار من خونمون آتیش دادم به شهادت همه اقوام و آشنایان. بار سوم آتش نشانی اومد خاموشه. البته تقصیر مامانم بود. چون نمیذاشت من ببینم شمع توی اتاق پذیرایی چه جوری روشن میشه. خب من گناهی نداشتم، مجبور بودم برم ببینم پشت پرده چه جوری روشن میشه. میگرفت به پرده میرفت بالا. خودم هم خب یکی دوبار. برای همین مامانم فکر کرد برای اینکه این آتش سوزی ها زودتر خاموش شه، در 15-16 سالگی اختلاف سنی من با پسرم 17 ساله. من یک پسر 29 ساله که داره میره 30 سال دارم. به احتیاط پسر من که یک مادر نه آتش نشان، یک مادر آتش روشن کن داره. یک آرشیتکت 30 سال است و دخترم هم هلیا 26 سالشه، متولد 1368 دخترم، پسرم 1365. و خیلی من از هیچ کس باور نمی‌کنه ولی من لاله صبوری یک فروند مامان فابریک عقده‌ای ام. هیچ کی به من گوش نمیده. هیچ کی منو به رسمیت نمی‌شناسه. وقتی باید به حرفم کنم یه ما که با هم دوستیم. وقتی باید ازم حساب ببرم میگم بابا تو که مامان نیستی. دوستمی. وقتی میخوام قیافه بگیرم هیچ که به حرفم گوش نمیده. در نهایت همه این اتفاق ها افتاده و اومدی جلو. اگه بخوام یه ماجرای جالب تعریف کنم آقای. بله لطفا. این ارتباط در رابطه با پدر مادر هم همینجوری اتفاق میفته. یعنی اونها فکر میکردن که من 3 تا بچه دارن، لاله، بهداد، هلیا. نه لاله و بچه های لاله، بهداد و هلیا. نه لاله، بهداد، هلیا، لادن. ما همه قاطی. من اون نیست کی بچه کیه. اون خاله است، این بچه است، اون اصلا هیچی. باتی تا یک روز که ما حالا زد و ما هنرپیشه هم شدیم و دانشگاه هم رفتیم و اصلا یه وضعی. اون هلیای 26 ساله اولا شلوغ میکرد. یعنی وقتی میرفت مدرسه و ما یه دفعه اصلا نمیدونم چی شد من هنرپیشه شدم. اون اولا شلوغ میکرد. تو خیابون داشتیم راه میرفتیم، اون موقع که همه میشه گفت میخری یا نه عروسک را. من گفتم الان که پول ندارم که. گفت فردا میخرم. نمیخری؟ ماما نمیخری؟ و هم گفتم پول ندارم بعدا میخرم. پول ندارم الان. مریم میشه بسه؟ کل جمعیت بر میگشتن در کمال بیرحمی.
همون چیزهایی که اون موقع در سال 77 مد بود و تو خیابون میگفت و همه مردم بر میگشتن طرف من. تمام عذابهای هلیا، دختر 26 ساله گرافیست من که الان داره نگاه میکنه و خجالت میکشه، تو اون دوره بود. همه کارا رو اون موقع کرد. و اون موقع بهداد، یک پسر مظلوم، دستخون، شاگرد اول، آقا، مایه افتخار بود و همه چی داشت میمد جلو. عالی، درجه یک. اون تو مدرسه اذیت میکرد، نمره کم میآورد. الان معلوم میشه که مشقاشو خالش مینوشت. خواهر، من از تو انتظار نداشتم لادم. باور میکنید آقای جوان؟ مشقای کیو مینوشت؟ بهدادو؟ نه، هلیارو. بعدها من فهمیدم که صبح اون پام شده مشقای هلیار. خط خواهر من خیلی بده. مشقای نمینوشت. تا این چه رسیدیم و من وقت نکردم، نمیدونم چرا، رانندگی یاد بگیرم. خیلی گرفتار بودم. تا اینکه یه روز ما اومدیم دیدیم بابامون داره دو تا پراید با هم میخره. اون موقع پراید تازه اومده بود. دو تا بعد دیدم بابامون داره دو تا ماشین با هم میخره. دو تا پراید میخره. گفتم که چه دارین دو تا میخرین؟ گفت یکی برای من، یکی برای لادن اینا. مرتاد بشینه و اینا. گفتم من چی؟ گفت بابا جان شما که رانندگی بلد نیستی. گفتم ای راست میگین، من خب پس من چی؟ این مسئله رو سبت مسئله رو عوضم، من چی؟ گفت برای شما یه سال و نیم دیگه میگیرم تا ایشالله بهداد جان گواهی نامش رو یه سال دیگه میگیره، بهداد جان میشینه. گفتم شما بگیر. گفت نه شما رانندگی بلد نیستی. گفتم شما بگیر، من یاد میگیرم. گفت شما بلد نیستی. گفتم شما بگیر. گرفت. این اتفاق در اوایل بهار بود پیش اومد. تا آبان گرفتم. نمیگم چجوری، نمیگم، سخت بود. خیلی سخت بود، ولی گرفتم. میکوبیدم از تهران، میومدم تا اونجا، دم در مینداختم تو جوب. بابا میگفت خانوم چه اشتباهی کردیم ما، این پولو دادیم خانوم جان به مامانم، این ماشینو خریدیم، صبح تا شب این دختر رو همه میشناسن، فامیلمونم میدونن، هی میگن بر پدرت صلوات با این رانندگیت، و مستقیم میدونن به کی چی بگن، این چه کاری بود ما کردیم. بالاخره ما ماشینو گرفتیم و من نمیگم چجوری ما اومدیم تو شهر رانندگی میکردیم. تا اینکه بهداد هم گواهی نامه گرفت و اومد کنار ما. اون موقع من سر کمربند ها بودم و دیگه رانندگیم بهتر شده بود. بهداد دانشجو بود. ما مسابقه داشتیم با هم. هر کی زودتر بیدار شه ماشین مال اونه. هر کی زودتر بیدار شه. من آفیشم ساعت 6 و نیم صبح بود. با آقای فتلی اویسی، امیر جعفری، سعید آقاخانی، اونم که میرفت معماری میخون میرفت دانشگاه. نمیدونم چرا 5 صبح پا میشد میرفت دانشگاه. به هر ترتیب اون زودتر پا میشد. یه وقتهایی که من حکم میکردم که شما حق نداری زودتر پاشی، من فردا ماشینو لازم دارم. باشه ماما، باشه، شما میبری ماشین. با موفقیت کامل سوار ماشین میشدم. لحظه که داشتم در میومدم بیرون، مامان نگران نشی. من گفتم چطور مگه پسرم؟ خوشحال. اون وقتایی که احساس میکردم من اون مامان عقده‌ای نیستم و کسی به حرفم میکنه. مامان؟ مادم چی مامان؟ فرمون یکم بزرگ شده. چی شده؟ فرمون یکم بزرگ شده. مادم چرت و پرت میگه دیگه، بچه از جوونه بود. تازه چیز شد. بعد دیگه ماشین عوض شده بود. تبدیل شده بود به 405. اون 405 معروفه. تمام همکارای ما اون ماشین رو یادشونه. حتی ممکنه خود آقای جوان هم یادشون باشه. بله بله. میومدم تو ماشین میشستم، فرمون اینقدره، فرمون اینقدر بود. بهداد چرا فرمون اینقدر شده؟ فرمون رو دادم به کیارش، باز کردیم، میخواست ببینه فرمون کوچیک رو ماشینش به اندازه چجوری میشه. حالا من چی کار کنم؟ مشکلی نداره، تا ما میومدیم این راننده های تریلی با این فرمون عادت کنیم بریم سر کمربند. فرمون بزرگ واقعا سخته. خانم‌ها کسی تجربه داره با اینقدر فرمون اینقدر رانندگی کنه؟ خیلی سخته دوستان. عادت می‌کردیم تا ما با این بریم. یک هفته می‌گذشت، مادر مامان فرمون یه ذره کوچیک شده. کوچیک شده؟ می‌بینم واقعا فرمون اینقدر شده.
اون فرمون بزرگر رو دادم به صاحبش، فرمونی ریس گرفتم، کیارش دیده ما میتونه با اون فرمون رانندگی کنه. فرمون شده بود اینقدر، فرمون مسابقه، ماشین اینجوری، حالا فرمون رانندگی. من آره تبدیل شدم به یک راننده خیلی خوب، من که با این فرمونم بلد بودم رانندگی کارم. یه روز صبح میمدم سوار ماشینشم، استارتو که میزدم میومدم بیرون، دیگه بعضی وقتا هم هیچی نمیگفت، استارتو که میزدم میدم ماشین میگه یا اول فر. ساعت 6 صبح، آفیش 6 صبح، خدایا الان زنگ بزنم منتظرن. خب چشه، تا من با میرسیدم اونجا بند گفتم آقا جعفری، آقا خانی، ماشین چه؟ من اون بهداد مگه نیاد اینجا؟ نمیدونم اگزوزش بچه بود دیگه، اگزوزو نمیدونم چیکار میگه. از این کارهایی که میکنن ماشین با صدا بوده. یه بار میومدم میرفتم تا را میفتم ماشین گیر میکرد، میوردش پایین میوردش بالا. تمام بلاهایی که سر ماشین بیارن و این بچه سر این ماشین اوورد. مامان بودن سخته به خدا، نمیدونم برای شما چقدر سخته. من با اقسام ماجراها و نمیدونم چقدر وقت دارم. تموم شده. همین. بازم هست ولی خیلی هست. جمعش کنی. میتونی جمعش کنی. اگه بخوام جمعش کنم با یک جونه، من خیلی هم راننده قابلی نیستم، فقط یک بار که خیلی برای رو کم کنی به بهتر گفتم تمام این ماجرا رو ما تموم می‌کنیم. من بسیار راننده قابلی هم و یک بار یک جلسه بعد از یک دعوای سنگین گفتم من خودم ماشین رو ور می‌دارم و میرم. دعوای سنگین کردم، گفتم من صاحب این خونم، من مادر تو هم، درسته 17 سال بزرگتر از تو هم، اما عقلم میرسه، اما مامان تو هم، اما یک خانومی هم که درس خونده، با دو تا بچه رفته دانشگاه، یک خانوم مامان آدم حسابی هم. شما دیگه حق نداری تو کار من دخالت کنی، هر کاری دلم میخواد میکنم و هر چی میگم شما میگی چشم. گفت چشم. رفتم پایین، جلسه داشتم، ماشین رو روشن کردم، دنده عقب گرفتم، اومدم آقا گفت تق. این چی بود؟ یادم رفته بود در ماشین رو ببندم. در به در، در به در، در این بر. پیاده رفتم و یه یادداشت رو ماشین گذاشتم، نوشتم بهداد درسته که من مامان تو هم، درسته که من عقلم بیشتر از تو میرسه، ولی به تو چه، ماشین خودمه. خیلی ممنونم. ماجراهای مامان و مادر و بچه ها. خیلی ممنونم خانم صبوری. متشکرم دوستان. ما باز شما رو در خاندوانی میبینیم انشالله. متشکرم. خیلی ممنونم. قربون شما. قربون شما. روزتون خیلی مبارک. روزتون. ابوالفضل و گروهش برامون یه قطعه آماده کردن از دیشب تا حالا. بدو بدو خودشون رسوندن به الان. بشنویم. فرشته خدایی، تو پر از عشق و صفایی، دلت اندازه دریا، تو خود مهر و وفایی،
چشمای تو برکت تو دستای تو وقتی گره ها با میشن میگم بازم کار تو دوست دارم مادرم دوست دارم مادرم دست خدا تو دستاته بهش زیر پاهاته قربون او نفسها عطر تمام گلها نمیتونم این واژه ها بگن از تو مادرم اما از عمق وجودم اینو فریاد میزنم ابوالفاز از ما راضی بودی به عنوان گوره کر؟ عالی بودی. و شما مادرها کیف کردین از اینکه بچه‌ها نشستن اینجا گفتن دوستت دارم مادر؟ خیلی. بابا پس ادامه میدیم ما. بریم بچه‌ها یه بار با هم بگیم دوستت دارم مادر. دوباره دوستت دارم مادر. یکی دیگه دوست دارم مادر. بعدی بلند دوست دارم مادر دوست دارم خیلی هم با حال. پس خیلی هم آرام روزتون مبارک بشه. متشکرم. همچنین خانم. همچنین چی؟ روز ما؟ روز ما؟ روز خانومتون مبارک. مرسی. و روز مادر و این حرف. و همچنین متشکرم. شما متأهلی؟ بله. با خانوم هم اومدیم. آه خانومتون هستن. بله بله. خب خواهم یه سوال سخت بپرسم. بفهم. خیلی شق و رق نشستی، یعنی اصلا انگار روز شماست به جای روز مادر. روز زن، روز مادر، اول به مادرتون زنگ میزنی یا به خانومتون؟ اول خانومم بعد مادر. چی کار کرده مادرتون براتون؟ مادر من سنگ تموم گذاشته برا واقعا میگم. به خانومتون چجوری تبریک بگیم، به مادرتون چجوری تبریک؟
خب حسا با هم فرق میکنه، اون حسی که آدم نسبت به مادرش داره یه حس مادرانه است. مادرانه داره. قبل عید مثلا یادآوری میکردن که مثلا عید بعد امسال دو تا روز مادر داریم و یازدهم روز مادره. معمولا خود خانوما یه اشارتی میکنن، آره یه هفته در روز مونده، مثلا هفته بعد 11 مثلا روز مادر، یه سر بعد به مامان هم بزنیم. آره روز مادر. با مامانم دعوام شده بود، قرار بودیم با هم. مامانم طبق معمول داشت نزدیکای عیدم بود، داشت خونه رو تمیز میکرد و اینا، رفته بود بالای چهارپایه، لق بود چهارپایش یه خورده. من حسن سری پریدم چهارپایه رو اینجوری صرف با دستان نگه داشتم. بعد از اونجایی که خیلی یه حس خب بالاخره ناراحت هم الان از دستش، با هم قریم ولی نزدیکش شده بودم، سرمو اینجوری آروم گذاشتم روی پاهاش چسبوندم. یه لذتی این برای من داشت که هیچ وقت یادم نمیاد، که میگن به پای مادر، زیر پای مادر بهشته. این بهشت رو من با همه وجودم حس کردم. حالا میخوام مامانم هر ناراحتی از من تو دلش یه موقع هر همون بهشت زیر پاش به من ببخش. همین. الان یه زنگ بزنین به مشهد مقدس و به مادرتون روزش رو تبریک بگین. 051 رو نگرفتین ها؟ الو سلام مادر. مستقیم وصلین دیگه، نه شماره نمیخواد بگیری؟ سلام مامانی، چطوری عزیزم؟ مادرم هستم. مامان جو روزت مبارک باشه. مادر دلم بسات خیلی تنگ شده. اگه اذیت شدی از دستم، ناراحت شدی، ببخشید دیگه. امیدوارم سالها سایت بالای سر ما باشه. روز مادرتون مبارک دیرم. اگه من به جایی رسیدم یا موفقیتی حاصل کردم، همش نتیجه زحمت های توه. سلام آقا بزرگ، خوبی؟ چطوری؟ سال نو رو به تبریک میگم، همچنین روز زن ها. چی گفتن؟ گفتن شما فعلا باید بری خودت دنبال کادوت باشی. ما هم ببخش، من یه زنگ بزنم به خودم. الو سلام، چطور عزیزم، خوبی؟ من پیش مادرم اینا بودم، گفتم از اینجا زنگ بزنم روز تو به تبریک بگم. یه سال نشد روز زن خونه پیش من باشی، همش پیش مامان. آره. اگه همسرتون یه کادویی امسال که سال اولم هست بهتون بدن که خیلی همچین باب طبعتون نباشه، عکس العملتون چه خواهد بود؟ واقعیت بگم؟ آره دیگه، اونو ازش قبول میکنم ولی دستشو میگیرم میرم بازار، اون چیزی که خودم میخوام میگیرم. سال پیش چی بردیم برای مادرتون؟ معمولا ما 5 تا داشتیم، یا پول جمع می‌کنیم یا چیز درستاری می‌گیریم با هم، یا معمولا اصل خونه یا مثلا پول بهشون میدیم که خودشون چیزی بگیرن. زیاد بغلشون می‌کنم، می‌بوسمشون، اینا خودشون هدیه است، حتما نباید هدیه ارزش مادی داشته باشه، اینو من بیشتر هدیه می‌دونم. خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. حالتون چطوره؟ عالی. حال مادرها چطوره؟ عالی. دخترها؟ عالی. پسرها؟ عالی. فرزندان قشنگ مادرها؟ عالی. چقدر قشنگی؟ خیلی. خدا رو شکر که اینقدر قشنگی. خب عرض کنم که میخوام دعوت بکنم از دیگر گروه مرحله دوم در مسابقه لباهنگ که تشریف بیارن داخل، سنگ کاغذ قیچی بکنیم. چقدر کار مهم عجیبیه، فکر کن دو تا آقای گنده میان سنگ کاغذ قیچی میکنن. سنگ کاغذ قیچی بکنیم و معلوم شه که کی باید شروع بکنیم. دعوت میکنم از آقایان امیرحسین رستمی و ارشاد دستی. ممنون.
آقایون عیدتون مبارک. عیدتون مبارک. روز مادر مبارک. عیدتون مبارک. من الان جا میمونم نمیتونم بگم وقت میشه. عیدتون مبارک. الان میرفتین توی حرف بعدی بعد من نمیتونستم بگم عیدتون مبارک. نه چرا، من وقت میدم که بگین. روز مادر مبارک به همه مادرای عزیزی که اینجا هستن، مادرایی که در منزل ما رو نگاه میکنن و مادرایی که در اقصا نقاط جهان ایرانی هستن و این روز براشون عزیز. امیر حسین، چرا این همه حرف قشنگ و اینقدر کم انرژی گفتی، کم حوصله گفتی؟ جستت بود؟ معلومه. حالا من بگم روز مادر مبارک همه مادرش. بگم اولیش کافی بود به بقیهش نرسید. شما در این حال مستقیم به مادرتون هم میتونین تبریک بگین. من مستقیم به مادرم تبریک میگم. اون دوربین بگو. مادرم اونجا ساخته. مادر در استدیو. آها بله بله بله. آره آره در جریان. و تعظیم میکنم به مادرم. تمام قد دولا میشم تا اینجا. آفرین. نخیر. مرسی عزیزم. های مقدسی میشه بلند شدن. حالتون چطوره؟ من مامانم هر چیزی گریه. تشکر میکنم، خیلی ممنون. روز مادر مبارک. تشکر میکنم، خیلی خوشحالم که تو این روز بزرگ و مبارک در خدمتون هستم. تشکر میکنم، برای ما خیلی ارزشمنده. پسر. گل پسر. گل بزد. واقعا. چیزی میخواییم بهش بگیم؟ والا خیلی دوستش دارم و سلامتیشو همیشه آرزو میکنم. ما هم همینطور. موفقیتش. آره. و از اینکه ارشا اینقدر متخصص در یک رشته ای که خطرناک به نظر میاد اینجوری این؟ هم احساس استراب میکنم هم احساس غرور میکنم. راست میگیم. امروز هم تو اجراش مثل که قراره کارهای عجیب غریب بکنی. شما تماشا میکنین؟ ولی تا حالا هیچ کدوم از صحنه های زنده شو مشاهده نکردم. امروز دیگه پس ترجیح میدین که امروز هم این کار نکنین؟ امروز میشینم نگاه میکنم. وای برای اولین باره ارشا. داستان داریم، داستان. مامانم این داری گریه میکنم. ما اصلا ژنتیکی فکر کنم هممون احساساتی. من همیشه فکر میکنم چی میشه، من تقی به توقی میخوره گریه میگیره. الان فهمیدم که به مامانم رفت. خیلی قشنگ. گریه خیلی چیز قشنگ. خانم خواهش کنم بفهم. تشکر. متشکرم. امیر حسین عزیزم، پسر چطوره؟ خوبه. همسر چطوره؟ خوبه. خوب خدا رو شکر همه خوبن. شما بعد سنگ کاغذ قیچی بکنید و هر کی که برد اون تعیین میکنه کی اول اجرا میکنه. بله آماده. خانم و آقایون لطفاً سنگ کاغذ قیچی رو با من همراهی کنید، یعنی بگین سنگ کاغذ قیچی. آماده؟ یک دو سه. سنگ کاغذ قیچی. ما با هم تهی کرده بودیم، جرزنی کرد. سنگ کاغذ قیچی. 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 شما بردی. شما بردی. من اصلا بلد نیستم. ما اصلا نگاه هم نمیکرد. بذاری من یه توضیح بدم. اون پشت ارشا خیلی تلاش میکرد که به من یاد بده ولی من نمیدونم چرا سخته برام. من گفتم آقا به ترتیب سنگ کاغذ قیچی میگیم سنگ کاغذ قیچی. منم هی اینطوری هم فکر من باختم. همش سنگ ارائه داد. این سنگ میشه؟ این سنگ دیگه. این قیچیه. این قیچیه. آها این کاغذه. آره دیگه. همین راست، یعنی اینقدر نمیدونم. آره اینو نمیدونم. بابا این بازی بین المللیه. خیلی خوب. عرض کنم خدمتتون که شما تعیین بکنید کی اول اجرا بکنه. هر کی اول اجرا کنه سریعتر میره؟ نه هستین. خودم اول اجرا کنم. راست میگی؟ اول آقای بخاطر اینکه ارشا میدونم خیلی برنامه ریزی کرده. آره. خیلی دنگ و فنگش زیاده. آره ارشا در این حال کجت قشنگه؟ یکی از دوستان برای اون تحریک کرده. دیگه دوستان برای تحریک کرده. خیلی قشنگه. قشنگ نماد ایرانه. بله دیگه. خیلی خوب آقایون تشریف ببرین لطفا. بریم جوایز مرحله آخر، یعنی نفراتی که از مرحله دوم به مرحله سوم صعود میکنن که سه نفر خواهند بود و در روز فینال یا نهایی قراره که هر سه‌شون اجرا بکنن و شما رأی میدین، طی رأیاتون نفر اول دوم سوم معلوم میشه.
جایزه نفر اول یک تندیس طلا که خاندوانه میده، دوم تندیس نقره، تندیس برنز، و هر کدوم هم یک هدیه خوب از ستاره 780 مربع خواهند گرفت. هر شارژی که شما میخرین و هر قبضی که پرداخت میکنید در ستاره 780 مربع یک عددیش میره یک جایی جمع میشه. اسم اینو گذاشتیم، اسم اینجا رو گذاشتیم، اسم این صندوقه رو، اسم این قلکه رو گذاشتیم فرصت. یعنی ما فرصت میدیم به خودمون و از این فرصت استفاده میکنیم که یک کار باحال و خیر بکنیم. یعنی با شارژی که ما باید بخریم در حالت عادی ما برای خودمون شارژ میخریم، قبض پرداخت میکنیم، میریم این تو این کار انجام میدیم، یه تیکش میره اونجا، اینا جمع میشه. بعد چهار جا رو، چهار محل باحالی که کار خیر میکنه، چهار خیریه رو، چهار مؤسسه رو انتخاب میکنیم. شما رأی میدید که کدوم جا ما باید بریم این پول رو تقدیم اونا بکنیم. طی رأی شما اون محل معلوم میشه و ما میریم اونجا این پولی که جمع شده رو تقدیم میکنیم. این کار بکنید، خیلی کار باحالیه. تا پایان تعطیلات عیدم هست. 1 2 3 به 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 آقایون، خیلی خوش اومدین، خیلی با اقتدار اومدین. خودمون میدونیم نه؟ باید دوباره بریم تو این اتاق. بله، ویژه ویژه. هرشو هرشو کجا رفت؟ هرشو سلام. بله آقایون، تعریف کنید چی آماده کردیم برای امشب؟ برای امشب چی آماده کردی؟ من شما؟ که قد و قواره رقابت نیستم. خب بیا شما مردونگی کن. ببین اصلا حرفشو باور با امیرحسین بنده خدا مدرسم همین حرفا رو زده. شما مردونگی کن، رعیاتو بده من. من بیام تو اجرای شما بخونم. بینندگان عزیز، بیشتر از هر چیزی در جهان رأی مردم برای من جذابه، ولی اصولا آدم رقابتی نیستم که وارد رقابت ها بشم، ولی اومدم تو این برنامه و شب اولش هم اصلا اجرا انجام شد و برای من مهم نبود، ولی از شب دوم چرا دروغ بگم؟ چرا؟ اما شب دوم این گوشی دستم بود، یواشکی داشتم چک میکردم ستاره 780 مربع، سریع هم میخواستم برسم به نتایج. بعد پیش خودم میگفتم که آخه تو که برات مهم نبود، ولی واقعیت اینه که ما باید صادق باشیم، انگار که هر رقابتی مهمه. من از اولش برام خیلی مهم بود، خیلی دوست داشتم شرکت کنم، هیچ کس هم بهم اصرار نکرد، اصرارم کردم. تو رو خدا بذاری من صادقه. من یه حرفی برای گفتن دارم، من میخوام یه چیزی نشون بدم، من هدف دارم، با هدف اومدم جلو و واقعا به خدا من فکر نمیکنم کسی من رأی بده. عشقام هم آوردم. عشق تو؟ ایوان عرشی ها، عرشی عزیز، پدرم، همسرم، بعد عکس مامی مونده. من به خاطر ایران میخوام. آه چقدر برای ایران. ای آجی رو زدن، آجی رو زدن، وقتتون تموم شد. من رفتم. برین که بدرخشین. این آقایون بدرخشین. آتیش پاره یهو گذاشت رفت، دیدین؟ ول کرد رفت، چه قشنگ بود ولی. باریکلا، بیا تو آقا. خانم آقایون، امیرحسین رستمی. آفرین. چقدر قشنگی بود، چقدرم خوب اجرا کردی و چقدرم جنس گویشتون شبیه همه تو بنیامین. من هر دوتون شیناتون میزن. آره، خود عشق برای عشق واقعیه که مادران. خیلی قشنگی، دست درد نکنی. مرسی. من اما خیلی کار سختیه نه؟ این کار کار سخت‌تریه. من سخت‌تری از چی؟ از خوندنش. از خود خوندن. آره، خود خوندنه راحت‌تره. راست میگه. آره. آره.
این کار میکنیم، یعنی یک مسابقه را میندازیم برای شما. شما ازتون خواهش خواهیم کرد چند قطعه موسیقی رو بهتون معرفی میکنیم، شما از خودتون ویدیو میگیرین برای ما ارسال میکنین، یک هیئت داوران، هیئت انتخاب در اصل کارها رو میبینن و بعد مثلا 5 نفر اول دعوت میشن به استودیو، میان اونا مسابقه میدن و باز بقیه شما بهشون رأی میدین ببینیم کی اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم میشن. خب ولی هیئت داورانش سخت میگیره، پس خیلی خوب کار کنید. خیلی خوب کار کنید. آره خیلی حرفه‌ای هم. خیلی ممنونم. مرسی. بفرمایید. دیگه من برم بعدی. بله بله. امیر و علی دو برادر دوقلو، لطفاً جاتونو راحت‌تر بشینید. من کنار شما نشسته بودم، جاتونو تنگ کرده بودم. قشنگ، به به. خیلی عذر می‌خوام از اون ردیف. عرض کنم خدمتتون که چند تا نکته دارم. یکیش اینه که با وحید حسینی داشتیم حرف می‌زدیم و یه نکته خیلی بی رفته به این لحظه ولی اصولاً خیلی مرتبطه به همه لحظات. این که بریم هممون کمک های اولیه یاد بگیریم. وحید داشت از این میگفتش که رفته یاد گرفته و داشت از این حرف میزد که چقدر تونسته از روزی که یاد گرفته تا الان چقدر تونسته کمک بکنه. بعد پرسیدم کجا میتونی، کجا میشه یاد گرفت، گفت هلال احمر. اینو من اطلاع ندارم، اینو بپرسیم که حتما دوره هایی رو میذاره که میشه رفت اونا رو یاد گرفت. پیشنهادم اینه که یاد بگیریم تو خونه، خدایی نکرده تو خیابون اینور اونور، میشه کمک های خیلی به درد بخور و نجات دهنده ای کرد. آهنگش همین نبود ولی بود؟ همین بود بابا، مثل سنگ کاغذ قیچی بیرون این همه تی کردیم، آخر سر موقع انجام دادن این کار دیگه کرد. قافیه رو باختی. الان میخوام برم تو کار ترجیح بنده، کار از قافیه گذشت. بابا میاد من میگه که هر شما میخوام فلان بیسا، من رأیم نمیخوام، من باید برم مسافرت و این چیزا، بعد میره میترکونه. بله نه خودش تو اون امیر حسین رو که خلاصه اونجوری شد، ولی این امیر حسین رو دیگه رحم کن. ولی همه امیر حسین رو قدرن، انصراف بده، بیا و کاری عجیب غریب نکن. من با 1000 امید اومدم، به من میگه برو واسه خودت، داشت من رفتم واسه خودم. باختی، تموم شد. ولی خدایش دمت گرم آقای امیر حسین خان، رفت از خدافزی نه میگه رفت، بیا جمع کن برو واسه خودت. چی کار میخوایی بکنی عرش رو که پسش بر بیاری؟ چی کار دیگه میتونی بکنی؟ دیوار خودم رو آتیش بزنم چی کار کنم؟ یعنی واقعا مگه این کار بکنی چی کار دیگه میتونی بکنی؟ واقعا فکر کنی اگه این کار بکنم رأی میارم؟ آقا خیلی با غرور وایساده، مطمئنه. بله میدونه که رأی میاره، میدونه که رأی میاره. آقا مخلصیم، جارو کنم، بذار من جارو کنم. یعنی مرده اون تیکه بودم که میگفتی عشق عشق عشق. نه دیگه تأکید کردم که تو خود عشقی، خود عشق، به خاطر اینکه تمام این سالن پر از مادرای عزیزه و این برای همه این مادرها بودش. حالا نوبت عرشاست، الان انفجار داریم، الان هلیکوپتر زمین میخوره، الان هواپیما تو استودیو میاد. بعد ولی اصلا کتش کثیف نمیشه. ای بابا چراغو زدم. خب فرصت تموم شده عرشاست، میخوام که بترکونی سالون، میخوام آتیش بزنم. این برادرم، این پسرم، این قلبم، دوستش دارم، برو منفجر کن، بهش رأی بدین، برو.
اجرا نکرده. من با اینجا گفتم بهش رأی بدین، رأیو میگیری برو. حالا مردم فهمیدن چقدر باحاله و به امیر حسین میدن رأیشون رو. نه نه این کلکش بود بدون عرشه. برو 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 هرچی میگم شما برداز به بعد میکنید. ما اینکی ها رو نگاه کنیم، ما اینکی ها خیلی باحالیم، ما اینکی ها خیلی باحالیم. خوشحالم عرض کنم خدمتون که راجع به اینترنت یک توضیح بهتون بدم که اینترنت نسل چهارم یعنی 4G که بسیار بسیار اینترنت پرسرعتیه و 10 برابر سرعت اینترنت های 3G رو 10 برابر سرعت اونا رو داره. خواهش میکنم که خیلی اونهایی که با اینترنت کار میکنن میتونن امتحان کنن و متوجه بشن که فرق این دوتا چیه و در دنیا الان نسل چهارم داره استفاده میشه که در ایران ما به واسطه ایرانسل میتونیم از این نسل اینترنت یعنی 4G استفاده بکنیم. رامبو جون ببخشید، بله 4G چیزی مثل آبجی مثلا؟ نه چرا، چه ربطی داره؟ دوتاش جی داره دیگه. نه خب خیلی چیزا میتونه تشجیه بشه. 4G مریم جان. نه 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 خندیدی؟ آره خندیدم. رامبو ببخشید یه دقیقه میشه بیای اونجا؟ ما گیر کردم دیوونه دارم میشم. چرا تو چی گیر یه لحظه نه یه لحظه آره ببین نگاه کن این دو افقی گفته مایه حیات دو حرفه دیوونه نو که زبونه نمیفهمم چیه. ایوا آره یعنی دو... چی نمیدونی؟ اولش آه آه مایه جان چی میخندی داری چی؟ معلومه که میخندم با مزه. بگو ببینم میتونم با مزه از زندگیم. نه جانتو نمیدونم. داشتم توضیح میدادم که نسل 4 رو 4G رو ایرانسل در ایران تونسته احیا بکنه و این تکنولوژی داشته باشه که به ما بده. آن میشه مایه حیات. آج باشه مایه حیات. نه آقا حیات. یعنی چی دارم با آف. توضیح میکنم آقا آب اخی آره اینجا که زبونه بودا واقعی آبایی حیات آب مسخره کردم. پس از 8 دو حرفه گرفت. پس از 8 با پاشو بیا اینجا یه دقیقه ببینم خود چی نوشته اینجا دیوونه دارم میشه اون توای سادی. پس از 8 یعنی پس هشت. از عدد 8 آره دو حرف اولش نونه دارم دیوونه پس از 8 چی میشه بابا شوخی نکن بنام کن دست کن اینو که زبونه 1 2 3 4 5 نه صاحب کن بشمر اینو بشمر این چند تاست گد گدوم چه ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 این 10 تاست آره دیگه این 9 تاست 10 دیگه بابا سب کن ببینم این 10 تا این پس چند تاست 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 خب دست خم کرده بودی چه ربطی داره آقا این چند تا سلام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 چه جوری این 10 تا با انگشت بردی پشت اون یکی قایم کردی چی کار کنم ها دست بردار 5 تاست آقا یه لحظه گوش کن جان 1 2 3 4 5 6 7 8 7 اینجا بود 8 مگه چلون یه بار میشه از به همش بزنی از اول بگی یه بار به هم بزن یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت یک دو بابا بگو دیگه حالا یه جدول آقا نه اخی اینو که زبونم بود آفاز از هشت نه دستبردار مگه میشه اینقدر ساده این که اینجا نوشتم نه نه یا نه نه نوه نو خب چجوری بفهمم نوه این نه نیه از کجا با بفهمی خب یه همزه بذار بالا سرش خب تو جدول چجوری همزه فتحه چجوری بذارم همزه بذارم تو آقا من نمیدونم خب جدول حل نکن وقتی اینقدر امکاناتت کم خب میخوام اطلاعات عمومی بره بالا اشکال داره بالا. خب این سه افقی گفته زد خوب دو حرف آخرش داله نو که زبون ما یادم رفته زد خوب صد میشه صد قد مد فد تو من مسخره کردی نه بابا میگم یادم نمیاد لد آقا بد اخی آره زیدی خوب شو اخی آره زیدی خوب الو جان به نام جان شمایی برای چی صدا آب داره میام جان تو حمومی خب باشه خب آب سرده به مجد تو کی به ما گفتی آب گرم کنه بذار رو زیاد اخی به ما گفتی اخی ما یادم رو جان سینوزیت کامل گرفتی 21 آموکسیسیلین بهت دادن تو که هنوز تو همومی چجور که وقت گرمی دکتر باشه قربانه فداد آنتیبیوتیک تا وقت بخوری با باکتریمو بازی کنی
کوک بکشی فاتور بوس بوس قربان خدافظی رام بود بله به نام بنده خدا این رفت عموم به ما گفته بود آب گرم کنه بذارم زیاد ما از انگار حواس شده بود خب همینه دیگه رام بود بله بحث شستشو شد اخی الا یاد آورد نگاه کن آره بفرمایید قربان رام بود بله کل لباس ها رنگی ها رو امروز ریختم تو لباس شویی باریکلا گفتم تو عالم رفاقری لباس های شما هم بریزم نه به خدا دمت گرم بابا اصلا این توقع نداشتم خدا هر کاری داری جناب خان در خدمته بابا چه خدا. رفاقتی دمت گرم فقط رام بود جون نمی کردم اصلا رفاقتیمون این شکل باشه اگه اینجوری باشه من خیلی کار براتون میکنم خدا جای کوکای مونی تو به جان خودم هر کاری کار براتون میکنم چاکر شما اصلا انتظار نداشتم ممنون پلیس قرمزت هم انداختم که جیب داشت خب یه تو جیبش بود یه کوچولو خیس شد یه کوچولو خیس شد آره دست چکه دست چک من این آره شکلی شده یه کوچولو آره دست چک من چرا این شکلی کردی با چرا قیافته اینجوری میکنی حالا خب یعنی چی چرا دست چک من اینجوری کردی با چکم به مال دنیا وابسته ای حالا چکت خیس شد که شو حالا چه اشکال داره مثلا یعنی چی خیس شد آقا من عزیز شما چرا این کارو میکردی باشه بدش مو لحظه بدمو بیا خلاص خیال راحت تمام به هر کی یعنی چی جان صبر کنین ببینم جان چی دست چکی من خراب کرده بعد خیس کرده بعد پاره که دست میزنیم براش بابا برو شفاهی به هر کی میخوای پول بدی بده شفاهی چی از من میشه شما به هم محبت نکنی بابا لباس الو 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 جان بله 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 سه تا کانتینر آره از همون چیزه اون میوه قرمزه هست با چنگال رامبود میوه قرمزه چیه با چنگال هندوانه نه 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 این چیز از داغه داغه بخار بلند میشه یارو لوکی زبون چیز از میخوریم چی بود دستو گوشو چی همینی که خودت میفروشی چشمو آره 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 لبو لبو آره 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 الو الو آره سه تا کانتینر لبو چیزی؟ آره فرستادم باقو بو این هدستو می کجا هانس فریه کجاست رامبوت رامبو جان این هدستو می ندیدی عزیزم رو گوشته رو گوشه بله بله آره آره کانتینر لبو باشه قربونت کانتینر رد کنی آلو اول آقا بفروشی پول به جیب بزنی فدا شب چیک بوس بوس قربان برم اصطلاح شب چیک رو نمیفهمم یعنی چی رامبوت سلام بله چطوری؟ شما چت شده؟ کی چت شده؟ سلام بیا ماش بده بیرون کی مودی؟ من میشم بیا بی قربونه یه بوس بده بیرون کی مودی؟ وقتی موداش تو تلفن صحبت میکرد جان شما دست چک منو پاره کردی و از این کارا کردی و این کاغذ ها چه اینجا افتاده بعدم داری جدول حل میکنی بعدی ترین چیزا رو نمیتونی حل کنی این مجله مال شماست اینجا گذاشتی نه از چت شده شما شما چرا فراموشی گرفته رامبو جان رامبو جان رامبو جان خنده داره خیلی بامزه سر کار گذاشتی منو میدونم رامبود بله میگم پس چرا امروز که ما پیش خالصه کینه بودم خب عینکش رو چشاش بود بعد دنبال عینکش میگشت مو خندم نگرفت خالصه کینه کی خالصه کینه جای مادر ماست جای مادر خالصه کینه آها کجا بودن نمیفهمم از چیه تالا نگفته بودی راجع به ایشون کوکا ما که مادر بالای سرمون نبوده که خالصه کینه همون بچگی ها هوای مانه داشته بزرگ کرد جای ماما قربانت امروز بعد زوری گفتم یه سر برم خواهی کسی نداره به چهاش خب مثلا به چهاش نیستن پیشش گذاشتنش خانه سالمندان خب گفتم این روز ایجی بالاخره بیم یه سر پیشش ما رفتم اونجا پیشش میگم سلام خواستی که این اشتار قربان فلان گفت شما گفتم که کار جناب خانم دیگه گفت شما گفتم جناب خان بندری خوندم جلوش ادا اطفال گفتم وی سیاه نرگیل سیاه نرگیل گفت آقا این اطفال ها چی اخوای در میاری بلند شدم یکم لحظون رو گفتم وی لی 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 پرستار صدا کرده میگه آقا بیا آقای ببر بنده بیرون ما نمیشناسمش خب ای
چرا خنددار نی اون موقع؟ چرا الان خندداره؟ اون رامبو جان؟ بله. میگم خانه سالمندان تلویزیون دارن؟ بله. سعینا میارن تلویزیون ببینن؟ بله. میشه یه 2 دقیقه وقت ما از شما بگیرم؟ چی میخوای؟ خواهم چی بخونم؟ گفتم بلکه بله ببینه خاله زکیه میشه؟ حتما. ببخشید آه. میخوای خاله سکینه ببینه؟ انشاءالله ببینه نمیدونم. بخو. هو الملی هو الملی هو الملی هو الملی هو الملی هو الملی سهر صوت خوشه وی هله لالای جانون به جسم مرده گون وی هله بازا برد جان هله بازا برد جان که چون فایز کند وی هله بی صبر و آرام که چون مجنون نهد وی هله سردر بیابان هله سردر بیابان قشنگ میخونی، چقدر تو قشنگ میخونی. بله من داره بده. بله سلام عرض میکنم. بله خودم هم جان جان کیه؟ بله همینجا. رامبو کیه کیه جان؟ بله خانم سکین، خاله سکینه. بله جان. بله چی شده؟ گوش خدمتتون. این خانم از آسایشگاه خاله سکینه زنگ زده، میگه همین الان خاله سکینه پای تلویزیون بود نشسته، تمام هله ها رو باهات گفته، دست زده، اشکش هم ریخته، خیلی چیز هم یادش اومده، حالش هم خیلی بهتره. ای جونم افتخارش بشنوه. خدا حافظ. باریکلا جناب خاله. قربان خاله جونم جون. تمام هلهاشو گفته؟ همه رو گفته. زنگ گفتم چهار زول چه گفته؟ هله لالا جان هله. دیدی مرده گومه هله بازا و تمامشو گفته. آره دیگه وقتی میگه همه رو گفته دیگه همه رو گفته. من آتن تو رقت تو هله نخده دل هله. دیدی دبو به هله فبا تمامشو گفته نه؟ آره دستم زده باهات احساساتی. چه خوبه بعد مرگم هله والله هله وگو بابا. آره دیگه اد جدوده جنبه نداره. تمام جنبه نداری جان. چی؟ جنبه نداری. گفتم تمامشو گفته. گفتم آره دیگه، حالا دونه دونهشو بشمر. بعدم من که اونجا نبودم اون خانم گفت همشو گفته. تمامشو. آره خدا رو شکر دمت گرم. رامبد کوکا ببخشید یه 2 دقیقه که دوربیناتون میشه با ما قرض بدین؟ بله هر کدوم یه دوربین بدید آقای جناب خان عزیزم. ها بله خودمو نوکرتونم. قربان شما برم. عیدتون مبارک باشه هر جا هست. روز مادر روز زن تبریک میگم. از ته دل به خدا تبریک میگم. دست بوس تک تکتون هم هستم.
او جانمو اگه یک کوچولو منو دوست دارین، یک کوچولو برمو عزت قائلین، همین الان پاشین میرم به مادراتون زنگ بزن. خدا شاید فردا نباشد، انشالله که باشن، انشالله که باشن، ولی الان به این زنگ بزنین بشون به خدا. نوکتون مبارک باشه. اونه که کنارشونن چی؟ همین الان دستشون رو ماچ کنن، روشون رو ماچ کنن به خدا. اونه که دیگه پیششون نیستن چی؟ من بود دلم میپکه ولش کنم، خودم مادر نداشتم ولش کنم. خیلی خوب ولش کنم، ولش کنم، خیلی خوب ولش کنم. اصلا این فضای عوض کن، چی کار داری؟ عید باب، عید روح اونم کو. شاد باشه ولش کنم. آره ایشالله 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 اوفه بیا ایشالله. کردم رسیدم بر سر آب چقادک، رسیدم بر سر آب چقادک، نشستم گریه یه بسیار کردم. آبادان دریا ساکته، آبادان دریا ساکته، دیم صنعت امروز راحته، دیم صنعت امروز راحته. یلا چوبو یلا مشو مشو چوبو یلا یلا ولا ولا بابا ماشالله به جناب خام، ماشالله اینه، ماشالله به رامبو جوان، ماشالله ماشالله به خودتون، ماشالله یه ماچ بده بیاد بونت برام. رامبو چی شب عیدی راضی بودی از ما؟ چی؟ راضی بودی شب عیدی از ما؟ اصلا ببین تو خیلی آدم حسابی هستی. نوکرتم با خدا، خدا نوکرتم رامبو جان. ها. یه بار دیگه دست ایتوری آوردی تو دماغو میام برات. اینجوری؟ آره آره. یعنی چی؟ من داشتم محبت میکنم به تو. میدونم میدونم، ولی یه بار دیگه تو محبت، تو دعوا، تو هرچی دست ایتوری بیای بالا میام برات و کنون میبافمت که هیچ فیزیوتراپی نتونه بازت کنه. شما بیخود میکنی منو تهدید میکنی؟ به جان خودم، یعنی ما بیخود میکنم تو نه تهدید کنم. آره فقط صاف ببینم دماغ جز خط قرمزه. آره دماغم کنان خط قرمزیه که این خط قرمز رد کنی تبدیلت میکنم به خط زرد. نمیفهمم چرا اینو گفتم اصلا. منم نفهمیدم. آره ولش کن، برگرد برگرد برگرد. بریم بیایم، آماده، یک دو سه بریم بیایم. بریم بیایم بریم خانم ها آقایون، رسیدیم به اجرای شرکت کننده دوم. همونطور که الان ملاحظه می کنید استدیو خالی از تمام تماشاچی های امشبه، به این دلیل چون اجرای عرشا
ویژگی هایی داره که این ویژگی ها ممکنه برای بچه ها از نزدیک تماشا کردنش مناسب نباشه. و همونطور که من قبلا عرض کردم، ارشا و گروهش در اصل بدلکاران سینما هستند که در مسابقه لباهنگ ارشا شرکت کرده و میخواد از تخصص خودش برای این اجرا و برای موضوع شعر این اجرا و این آهنگ استفاده بکنه. خواهش میکنم هیچ کس بعداً سعی نکنه این تجربه رو بکنه، چون بلد نیستین و ارشا و گروهش بلدن. برای همین مادر ارشا هم حتی ترجیح داد این بار هم از نزدیک نگاه نکنه، ولی چون قول داده بود از بیرون استودیو، از تلویزیونی که ما بیرون گذاشتیم، در کنار بقیه تماشاچیهای محترم امشب اجرای ارشا رو تماشا میکنن. و خواهش میکنم که در تمرکز و آرامش و انرژی بالا اجرای ارشا رو تماشا کنید. فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلول باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخرین شد که جان من فدای ایران. تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. Thank you.
چی میگی امیر حسین رستمی؟ ایران فدای عشق و خنده. چی باید بگم؟ زبان قاصره امیر حسین رستمی. بله یه پرفومنس خیلی قشنگ آماده کرده که دارم میبینم و لذتشو میبرم، شما هم دارید لذتشو میبرم. کلام شد گلول باران. چی شد؟ نمیتونستی آتیشو ببینی؟ وا ویلا امیر حسین رستمی آتیش زد خودشو. ببین به خاطر رأی داره چیکار میکنه. رأی بدین بهش، گونه خاموشش کنی، خواهش میکنم خاموشش کنی، من خودم هم بهش رأی میدم. چه صحنه هایی. من نظر واقعیم اینه که واقعا همونطور که شما من هم نظرید یک پرفورمنس خیلی 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 قشنگ بود. نه چرا بعد خیلی قشنگ اجرا کرد با این تایم کمی که داشت. ببین بعد رای جمع کنی آخه، چرا انقدر داری ازش تعریف میکنی؟ به اینا نی. آها. منتظرم که آقای ارشاخان اقدسی تشریف بیارن اگه سالم مونده باشه ایشالله. تا اونجایی که ما تو تصویر دیدیم سالم بود و بیاد یه ماچ گنده بکنم یه خسته نمونه. ایران ها؟ اگر دل تو را شکستند اینجا کردند نخواهی. چقدر آماده؟ خسته نباشی عرش، واقعا قشنگ بود. یه پرفورمنسی که براش وقت گذاشته بودی. نه اون حرفایی که اینجا زدی راست بشه بگو. اون که گفتی که خوب نبود و بگو. این دروغ بش نگو. که چقدر چیز بود. آره دیگه. چقدر واقعا این چه اجرایی بود. یه جاهایی اینطوری تو که منو میشناسی. راستش من این کتمو که میبینی تنمه از طبقه هشتم داشتم میومدم پرت کردم پایین که بپوشم تنم. بنابراین واقعا قابل احترام این وقتی که گذاشته بود. آن بدون کت بودی انداختم بیا اینم بپوش برو. اینم بپوش لخت نه. اینم روش بپوش. آره ولی واقعا کارت قشنگ بود. رقیب رفیقیم با هم. بابا چیز نکن دیگه، ما رو سر مرام و این چیزا نندازی. دفعه ما زبونمون سری بند. نه قربونت برم. نه 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 اصلا من اینطوری نیستش. ای آجی رو زدن. چیکار باید بکنم؟ هر دو باید بریم. تو تو زن از تو دفاع کنم. تو که خودت بلد نیستی دفاع کنی. آره من دلبری بلد نیستم. ببین کتش 100,000 تا رأیه. بابا عالی است، قرضیه به خودم از این کار میام پس میدم. میذارم خودم. میام پس میدم. برید برسید. بزن شارژی. قبل از این که بخوایم آقایون رو دعوت بکنیم تشریف بیارن تو برای خودشون تبلیغ بکنن برای رأی گرفتن، من از هر بخشی که در استودیو داریم خواهش میکنم یک نفر پیغامی که میخواد بده، تبریکی که به مناسبت روز مادر داره و میخواد به مادرش بگه، چه مادری که الان در قید حیاته، چه مادری که به رحمت خدا رفته. عرض سلام و تبریک خدمت همه مادرای ایران زمین. اول مادر خودم که مشهد مقدس هستن، واقعا مادر الگو و نمونه‌ای هستن، از مادری کم که نذاشتن، از خودشونم برای ما مایه گذاشتن، ازشون تشکر میکنم از صمیم قلب، تبریک میگم خدمتشون. بعد مادر همسرم هستن که ایشون مادر یه شهید هستن که توی جنگ به شهادت رسیدن، یه پسرشونم توی انقلاب از دست دادن که حتی جسدشونم ندیدن. ایشون هر وقت زنگ خونهشون به صدا در میاد احساس میکنم پسرشون هستن، هنوز باور نکردن که ایشون از دست دادن تو انقلاب. من از طرف خودم، از طرف همه شهدایی که نیستن پیش ما ولی روحشون هست، تبریک میگم به همه مادرای شهدای ایران زمین. امیدوارم که همیشه شاد باشن، جای بچه هاشون خالی نباشه. ممنون. خدا منم روز مادر رو تبریک میگم به همه مادرها، مخصوصا مامان خودم که امسال اولین سالیه که پیشم نیست، جاش خیلی خالیه. و تشکر میکنم از شما و برنامه خندوانه که باعث شدین این روزای آخر مامانم با خندوانه شاد باشه، خوشحال باشه، زندگی کنه و واقعا خندوانه‌ای باشه. خیلی متشکرم. من از مادرم که الان در قید حیات نیستن و بیمار بودن، واقعا هیچی نمیتونم میگم، فقط میگم که روح شاد باشه، واقعا ما رو حلال کنه،
هر کاری از دستمون برمی اومد براش انجام دادیم، ولی ایشالله که جاش بهش باشه، جای همه مادرهایی که بله از دنیا رفتن دیگه در قید حیات نیستن، جاشون بهش باشه ایشالله. منم به نوبه خودم این روز رو به همه مادران ایرانی و همه مادران جهان تبریک عرض میکنم. من از مشهد مقدس اومدم، خودم همسر شهید هستم، هم پدری کردم برای بچه هم، هم مادری، و از طرف تمام همسران شهدای مشهد که ما یه هیئتی داریم به نام هیئت رهروان فرزندان روح الله که همسر شهید کاوه خانم عماد اسلامی فرمانده کل ما هستن که خیلی واقعا بر ما زحمت میکشن. میخواستم به نوبه خودم از طرف همه همسران شهدا به مادران شهدا هم تبریک عرض بگم. خیلی ممنون. من پدرم 10 سال اسیر بودن. موقعی که مادرم 7 ماه بوده پدرم رفت و 10 سال بعد برگشت. یعنی شما رو 7 ماه حامله بودن؟ بله. 10 سال بعد برگشت و مادرم تو این 10 سال من و برادرم که 4 سالش بود بعد 14 سالش بود هم برامون پدری کردن هم مادری، و واقعا قدردان زحماتشون هستم. من و خانوادم 3 سال درگیر بیماری سرطان بودیم که تقریبا 1 ماه پیشم پدرم رو از دست دادم به خاطر این بیماری، ولی توی این 3 سالی که گذشت من واقعا معنی فرشته بودن مادرم رو درک کردم. الانم وظیفم دیدم از طرف خودم و دوتا خواهرم که یکیشون اینجاست و یکیشون نیست، واقعا از مامانم تشکر کنم، بهش بگم به خاطر این 3 سال واقعا مدیونشی. روح پدرتون شاد، حتما شاده. چقدر خوب که اومدین، قدم سر چشمن گذاشتین اومدین. میشه خواهش کنم که تو هر بخش بزرگترین مادر بیسته؟ بزرگترین مادر توی اون بخش، نه تو کل ایران نه در کل دنیا، بزرگترین مادرها در این بخش ها. خیلی خوب، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. نه 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. خب از طرف ستاره 780 مربع من هدیه ای رو تقدیمتون میکنم که یک عدد کارت هدیه 200,000 تومانیه و مبارکتون باشه. میخوام دعوت بکنم از هر دو آقایون تشریف بیارن داخل و ببینیم که برای خودشون چه میکنن. آقایان رستمی و اقدسی. خسته نباشید. خسته نباشید. بهتون خوش میگذره؟ بله. شما یه سوال بکنید. بهتون داره خوش میگذره؟ بله. هی. بله. دم همتونم گرم که اینقدر خوب و درجه 1 زندگی رو دوست دارین و زندگی میکنین و به همدیگه محبت میکنین. آقایون خیلی متشکرم از اجراهای خوبتون. خیلی متشکرم. چرا دنده قبل رفتیم تا تشکر که منم دنده قبل رفتیم میتونم دیگه اونم با تو رو فقط بخودی عرض کنم که دکتری دارین بگین، وگرنه هر کدوم 40 ثانیه وقت دارید برای اینکه راجع به خودتون تبلیغ کنید برای رای گرفتن. که اول شما شروع کنید. من خسته نباشید میگم اول به شما و تمام بهرو بچه های خندوانه. این چند روز من از دور یکی دو بار اومدم دیدم که چقدر انرژی زیادی رو دارید صرف میکنید برای اینکه مردم رو بخندونین، و چه چیزی قشنگتر از اینکه برنامه‌ای باشه که مردم کشورمو بخندونه. متشکرم. راجع به رأی‌گیریتون چیزی نمی‌خواید بگید؟ خواهش می‌کنم برشا رأی بدید.
واقعا قابل احترام بود کار ارشا برای من. و اینکه تصمیم گیرنده نهایی دو تا فرمتیه که با هم نمیشه مقایسه کرد. یک فرمت خیلی ملی بود که ارشای عزیز اجرا کرد و یک فرمت خیلی عاشقانه، خیلی نرم و لطیف بود. بعد دو تا چیزی که سخت با هم مقایسه کردنش، انگار که مثلا یک تریلی رو با یه ماشین سدان، با یه ماشین اسپورت بخوای با هم مقایسه کنی. پس کدوم تریلی بودین؟ تریلی بود که بالا و این ور و اون ور و بعد این دشمنای ایران اومدن، دشمنای ایران شلیک می‌کردن، بعد کشتن و اینا، بعد همشون رو بعد من اصلا دیگه حواسم به لیپسی به صورتش نبود، من فقط اتفاقاتو بکشه فقط اینا بفری وینچستر هم داشتن می‌زدن. آره یه جایی می‌خواست بگه کمک کنه بمیرم، بعد دیدم ولی که کمر زد کشت و خیال من راحت شد. آره خب عرض کنم خدمتون که راست میگه، کاملا دو تا اجرای از هم متفاوت و نامربوط به هم، به معنی که کاملا دو جور سلیقه رو میتونه. آره دو تا سلیقه خیلی، مثلا سلیقه خود من اینه که اگر ارشا با یک کار ملی دیگه ای مقایسه میشد، من میگفتم خیلی خب الان کدومش یکم این فاز ملی گرایی و وطن پرستیش بالاتره، ترانش کدوم یکی بیشتر دشمنا رو میکشه؟ آره. بیشتر موهای تنم سیخ میشه. ارشا بفرمایید. بگو. میتونم یه قول دیگه بدم؟ بله بله. امیدوارم که قولم رو انجام داده باشم الان، امیدوارم، و قول میدم که اجرای بعدی اجرای متفاوت باشه اگر برسم فینال با اجازه شما و طرفداران بسیار بیشمارتون که من مخلص همشون هم هستم. طرفدارای من طرفدارای شما نوست. من هم بابا، من کلا من خودم هم و تیمم با همینا، این با هم دیگه. منم اگر که این اتفاق بیفته، خدایی نکرده اگر ارشا نیاد بالا، خدایی نکرده من بیام بالا، قول میدم که یک ترانه شاد بخونم. آقای خیلی متشکرم، ممنون که میخوایم خداحافظی بکنیم، تشریف بیارید جلو. خیلی خیلی خوشحال شدم از اینکه در کنارتون بودم. از این لحظه تا یک ساعت بعد، از این لحظه تا یک ساعت بعد و در هر بار پخش خندوانه در این نوبت، اگر شارژ بخرید در 3780 مربع، 3780 مربع تی قره کشی به 10 نفر به هر کدوم یک عدد کارت 200,000 تومانی هدیه تقدیم میکنه از الان تا یک ساعت بعد. خیلی متشکرم مردم عزیز ایران، ما شما رو خیلی دوست داریم، براتون آرزو میکنیم که سالم و سلامت باشین در کنار خانوادتون، اگر بیماری در کنارتون هست کنارش بیستید و بجنگید، اگر شما بیمارید بیستید و بجنگید، شاد باشید، شادی انقدر زورش زیاده، در کنار هم دیگه بودن انقدر زورش زیاده که هر بیماری و ناخوشی رو دور میکنه. و آرزو میکنم که همه مردم عزیزم